سنگین رو از رو لبهای ما برداره. یکی از اون بگذاریم. تازه راه خاتم پیغمبران بو که برخیزد ز لب، باشد که برخیزد ز لب ختم گران. ختمهایی کانبیا بگذاشتن، آن به دین احمدی برداشتن. پس اون ختمهایی که انبیا گذاشتن، پس معلومه که این انبیا، بگو ادیان، این ادیان دهان ملت رو طوری بستن و جلوی قند خوردنشونی گرفتن که حالا فقط یه راه داره این دهان ها دوباره باز بشه و به اون معنا اینا راه پیدا کنن، اونم اینه که به دین احمدی بگروند. حالا دین احمدی چیه؟ اینجاست همه دعواها، که وقتی که اگه دین ختم میذارد، این یعنی چی؟ دینها ختمهایی که انبیا بگذاشتن. انبیا یه زمانی خبر دادن دیگه، خبر جدید بود، خبر نو بود، جان نو بودن وقتی اومدن، ولی بعد از گذشت اون عصرشون، حالا تو اون بیتای قبل میگفت این جانها باید به جان نو راه بدن بیاد تو. اصلا حرف سر اینه، این که به یک دستور العملی که یک زمانی ولو این که روشنترین فرد عالم اینو گفته، ولی ما به اینا بچسبیم، همینا خودش خط میشه، مهر میشه که راه قند خوردن ما رو میبنده. بحث سر اینه، این از این اول که جان اول نمیدونم باید به نفع اون جان بعدی بره کنار، اینا همش به اینجا میرسه که چسبیدن به این جانهای کهنه باعث میشه که ما راهمون به معنا بسته بشه، به رسیدن به معنا، که اینجا با قند خوردن مثال زده و میگه ختمهای کنبیا گذاشتن، یعنی ادیان گذاشتن یا هر باوری، هر دانستگی دیگه ای، فرق نمیکنه. اگه ما به همون دانستگی تخت بودن زمین میچسبیدیم، میگفتیم این حرف خداست، این دیگه نباید تکونش بدیم، که این دیگه هیچ وقت همونجا مونده بودیم دیگه. این کار ما چی میشد؟ آیا هستی به هم میخورد؟ نه، فقط ما عضو قطع شده بودیم از این هستی، چون اونجا یک جریان سیال آگاهی هست. ما یه کاسهشو برداشتیم، درشو گذاشتیم، میگیم همینه، همین. چرا اینه؟ واسه اینکه اینو فلانی گفته. در حالی که الان مولانا میگه ختمهایی که این کارها بر ما میذاره فقط یه راه داره، این هم که بپریم ازشون بیرون و به جانهای جدید اجازه بدیم بیاد تو. این دین احمدی، دین احمدی یک دین نیست، دین بی دینیست. یعنی اینکه بریم بچسبیم، نچسبیم، که راه رو باز کنیم، تمیز کنیم، بذاریم اون آگاهی خودش میاد، خودش میاره این حرفا رو. میشم اون تسلیم. تسلیم، بله. ولی حالا آره دیگه، اون وقت ما چی کار میکنیم؟ ما میگیم خدا هم مسلمون بوده. آره. حالا بس این دین احمدی اینه، این نیست. دین احمدی اونه که مولانا میگه عیسی و موسی کجا بود آن زمان که خدا افکند این زه بر کمان. اصلا یه جریانی تو دنیا، تو هستی داره پیش میره،
اینکه ما اینو بیاریم گره بزنیم به یک آدم، به دو آدم، به یک قوم، اصلا نمیدونم دیگه این میشه.